حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در لویه جرگه یا شورای 2500 نفره رهبران قبایل و بزرگان این کشور تصمیم این شورا را برای تصویب توافقنامه امنیتی دو جانبه با آمریکا پذیرفت، ولی رهبر افغانستان تصمیم ندارد به سرعت این قرارداد را امضا کند و میگوید او ابتدا میخواهد شاهد صلح و امنیت در کشورش باشد و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم آزاد و عادلانه برگزار شود. صلح شرط باز برای قرارداد. امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امراش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم. با اینکه لویه جرگه وزن قانونی ندارد و تنها میتواند به حامد کرزای توصیه کند، ولی تصمیم رهبر افغانستان در تضاد با خواست سبقت الله مجددی رئیس لویه جرگه است که میخواهد این قرارداد تا پیش از پایان سال جاری میلادی امضا شود. دولت آمریکا هم همین را میخواهد. این توافقنامه امنیتی 10 ساله اجازه می‌دهد تعداد محدودی از نیروهای آمریکایی و پرسنل نظامی این کشور در پایگاه‌هایی در سراسر افغانستان باقی بمانند. ادریس رحمانی تحلیلگری است که می‌گوید آقای کرزای تلاش می‌کند خطرات معامله با نیروهای خارجی را برای خود و قبیله‌اش کاهش دهد و همین دلیل تا زمانی که تضمین‌هایی بگیرد امضای آن را به عقب می‌اندازد. او خواستار تضمین‌های سیاسی برای دوره پس از انتخابات 2014. به نظرم حامد کرزای می‌خواد به آمریکایی‌ها بگه برای سال‌های پس از 2014 خواهان یک نظام سیاسیه که با او و متحدان سیاسیش رفتاری دوستانه داشته باشد. شهروندان کابل از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا استقبال کردند، ولی میگویند رئیس جمهوری باید در صورتی آن را امضا کند که بیشترین منافع را برای مردم افغانستان داشته باشد. این بسیار یک کار خوب شد. تا 24 بسیار خارج و قطعیام شدم، خوبتر از این شد که بعد از این دیگر نیستم. تا 24 ضرورت به میداره ما مردم. آقای کرزای ضمن اشاره به مزایای این قرارداد امنیتی تهدید کرده در صورتی که آمریکا به جستجوی خانه‌های افغان‌ها ادامه دهد کلاً این قرارداد را کنار می‌گذارد. اعضای لویه جرگه همچنین فهرستی از 31 اصلاحیه را برای این سند امنیتی توصیه کردند که شامل آزادی تمامی 19 زندانی افغان در زندان گوانتانامو می شود. با این حال طالبان با انتشار بیانیه‌ای حمایت لویه جرگه از این قرارداد امنیتی را محکوم کرده و هشدار داده این پیمان تنها احساسات ضد آمریکایی را افزایش می دهد. در حال حاضر موضع آقای کرزای میتواند در آمریکا منجر به این تصمیم شود که این کشور دیگر اجازه ندهد هزاران نفر از سربازان آمریکایی فراتر از مهلت تعیین شده برای سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. نیرویی که کارش در درجه اول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است که هنوز نمیتواند به تنهایی با شورش‌های طالبان مقابله کنند. احمد فرح بخش، صدای آمریکا، واشنگتن.